چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. من کمی مست و یخت چت در خدمت شما امروز با یک مهمون خیلی عزیز، یک کسی که عجیب و غریب براش درخواست بوده، دوست خوبم. قبل از اینکه معرفیش کنم، فقط اینم بگم که هر کی دوست داره دنبال کنه کاری منو تو سوشال میدیا @kingram توی اینستاگرام و توییتر و یوتیوب و همه جا، اگر هم دوستاش کمک کنه به فاند برای پروژه آلبوم بعدیم، میتونه بره gofundme.com/kingram یا ونمو کشاپ هم @kingram. خلاصه یه سری هم بودن البته قور میزدن سر این قضیه فاندینگ و فلان. ما آرتیستیم، 20 سال من همه چیزم مجانی واقعا دادم، هیچ وقت هیچی هم نخواستم. الان این توقعم واقعا صفره، به خصوص برای بچه‌ای که تو ایرانن، بیشتر برای بچه‌هایی که خارج از ایرانه. اگه تونستین ساپورت کنید ایول، اگر نه ما که در صورت کارونو میکنیم و همیشه برای شما کانتنت میسازیم. دوست خوبم جیسن قراره امروز با ما باشه و برای اونایی که نمیم پادکست رو گوش دادن یا ندادن، من چند تا داستان از زندگی خیلی دیوونه جیسن تعریف کردم و اینکه قدیمی ترین و بهترین دوست زندگی من این آدم، یعنی فکر میکنم 30 سال با هم دوستیم الان. و چی میگن؟ Without further ado جیسن سلام علیک. سلام علیکم، چطوری دود؟ خیلی خوبم. تو الان آمریکایی؟ الان منم کانادا. آره، پورلندیم، نزدیکیم تو کره زمین ولی دو تا کشوریم. آره بفرما. بعدشم تو توی علف فروشی کار میکنه دیگه، درسته؟ آره، علف که علف و همه چیزی که ازش میسازن. چیا میسازن ازش؟ مثلا دب میسازن، اربو میسازن، چیزی که میخوری. بعد تو الان چی زدی تو امروز که با ما اومدی؟ تو میدی که برنامه بود یا مست یا چت باشه؟ آره نه، من یه دونه علف درست کردم از علفای خوب که حالا اون بحث خوش داره. بعد قاچیش یه سری هش از یه جای دیگه گرفته بودم، اونم قاچیش کردم، پیچیدم تو دو تا دونه جوینت، یکیشو کشتم هم دومی شوشن کردم. حالا تو اصلا به نظر چت نمیای ولی بنزای کافی، ولی تو آخه دیگه انقدر همیشه شکلی هم دیگه اصلا همیشه. آقا واقعا فکر میکردی هیچ وقت که من و تو 30 سال پیش که از اون موقع من رفیق بودیم، 30 سال بعد با هم دیگه بیایم یه پادکستی ضبط کنیم و چرت و پرت بگیم و بقیه نه؟ خیلی باز. عجیبه. من اصلا اگه تو اگه بگی من 30 سال پیش چی فکر میکردم، من هیچ کنم از چیزایی که بعدش اتفاق افتاده عمرن فکر نمیکردم. تو خب هیچ وقت هیچ فکر نمیکنی، معلومه که بینم فکر نمیکردی. نمیدونم، خیلی نه اتفاق خیلی فکر میکنم، به چیزایی فکر میکنم که اصلا ربطی به مثلا شرایط حالی که الان توش هستم نداره، چیزایی که خیلی دور زمانی و مکانی و اینا. نقطه تخیل خیلی خوبه، بخاطر اینکه من و جیسن از راهنمای دبیرستان بیشتر با هم بودیم، هم کلاس بودیم، بعد چقدر داستان داشتیم ما واقعا اون دوران. من و جیسن همیشه هم تای کلاس میشستیم، پدر هرچی معلم و بچه دور و برمون بود، یعنی دهن همه رو صاف میکردیم، همیشه هم پشت داشتیم کتاب میخونیم، مثلا به درس گوش نمیدادیم. یادته؟ آره یادمه که اون مدت من هرچی کتاب میخونم همه میزن سرم، میگفتن که این کتابی که میخونین فلان تخمیه. بعد مثلا 5 سال 10 سال گذشت، از اون کتابا فیلم ساختن، بعد همه مثل اسکولا لباس جادوگر و جن و پری پوشتن تو صف واستن برن سینما، هم کتابایی که ما 15 سال پیشش مسخره میکنه همون آدم ها. من اصلا نمیفهمم چیه داستانه. نه تو واقعا you were ahead of your time، کسی درک نمیکرد.
ولی یه ذره از داستان زندگی خود برام بگو جیسون. و اصلا این همیشه من برام عجیب این داستان مام بابات و چجوری میت کردن همیشه برای من یکی از جذاب ترین داستانای توه. چجوری که یه آدمی از ناکجا آباد ایران توی ناکجا آباد آمریکا، گفتی تو گس استیشن هم دیگه رو پیدا کردن؟ نه ببین بابام مثلا توی خانواده بود، 4 نفر بودن، بعد مثلا 4 تا خواهر برادر بودن و همه پولی که مثلا باباش بنا بود فلان بود همه رو ریخت رو هم. یکی از بچه‌هاش فرستاد آمریکا که باهم درس بخونه. بعد همون موقع اولش دلار 7 تومن و اینا بود، بعد همون موقع انقلاب شد و با اون که دلار 7 تومن بود مثلا میافت دانشگاه تو درس نمیخوند، هی مثلا چه میدونم شیطنت میکرد فلان میکرد. بعد دیگه دلار که قطع شد دیگه دانشگاه هم ول کرد. بعد اون وسطا مامانم با ما همین رفیق مشترک داشتن، همین داستانه که چگونه آشنا شدنش که حالا خیلی عجیب نیست، پیتا رفیق مشترک داشتن جمع گردن. ولی بعد همون وسط انقلاب شد، با هم که درس و مرس رو ول کرد و پمپ بنزین خرید دو تا. و مثلا مامانم از در و ده ها تو آمریکا اومده بود، مثلا مامانم تو عمرش نیویورک نرفته، ولی چی میگن توی واشنگتن دی سی هم دیگر که بود بسشن توی این موقعیت دیگه. مامانم مثلا حسابداری اونجا رو میکرد و با اون هم کار میکرد. و بعد آخر مامانت اومد ایران، بابات مثلا یه مدتی چادر سرش کرد بود، کلا یه کالچر شاک عجیب غریبی بود. همون اول مامان که چه مونست میگفت اینجا ایران، اینم چادره، اینم شکلیه، مامان باشه. بعد مامان فهمی که برو بابا مثلا، ولی لحظه اول بود دیگه، لحظه دوم زیاد چیز نبود. ولی واقعا میگم بچگی ها تو خونه تو واقعا یاد اولین بار که ما جوین زدیم چون نمیم چی بود، گفتی آخو این برو همیشه تو آشپزخونمون بوده. ببین من اولین خاطره زندگی، آخو میدونی که خاطره با بو چیز داره دیگه، جوش پیوند میخوره تو ذهن آدم. بعد من فکر میکنم مثلا کوچکترین اولین خاطره آدم مثل این تصویره، اون به خاطر اون بوه زنده شده دیگه. بعد اون بوه اینه که من نشستم توی کالسکه کنار اجاق، بعد مامانم و بابام و یکی از دوستاش دارن یه کارایی میکنن، بعد این بوه میاد. بعد من اصلا 3 سال نمه دیگه، بعد داره دیگه، بعد 20 سال بید بعدش مثلا میگیم بوی آشپزخونه ما این بود، مثلا آره خب هشیش بود، دریاک بود، چی بود، من چه میدونم. و اون موقع اون تو آمریکا بود. مثلا اولین تصویری مثلا تو خاطرم اون دومین تصویرم که مثلا نشستم رو چمن دارم هندونه میخورم، آب هندونه ریخته رو سرم. آها گفتی هندونه، نکته خیلی مهمه. تو می‌خواستم یه اشاره‌ای به این داستان هندونه بکنم. بین اکیپ ما تو اولین کسی بودی که رفت ازدواج کرد. و بچه که بودیم و همیشه اصلا واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردیم تو مثلا، تو از هممون هم وضع مالیت بهتر بود، اولین کسی بودی که جدی داشت سر کار میرفت و اینا، و اولین کسی هم بودی که ازدواج کردی و چه ازدواجی هم بود، خیلی چی میگن آپ اند داون زیادی داشت برات توی زندگی، تو فکر کنم کلا شکل زندگی و آوتلوک زندگی تو رو عوض کرد این رابطه. آره ولی تو آخرش اول ولی برای من الان کاری ندارم، طرفم تو خیلی دوست خوبه، من خیلی هم دوستش دارم، خیلی دارم ماهیه، ولی تو رابطه شما با هم دیگه اصلا یکی از دیوونه ترین رابطه هایی بود. یعنی تلفن هایی که من زده میشد، جیسون دم پنجره است الان میپره پایین، و دعواهایی که میکردید. ولی یه داستان اسپسیفیکی هست که میخوام برام تعریف کنی، اون داستانه که سر هند گفتی که سر هندونه ما طلاق گرفت. دو تا چیزی بود، گفتی سر هندونه و پاستا آخرش طلاق. اول داستان هندونه رو بگو، بعد میگم چرا داستان و پاستا. داستان هندونه بود که یخچالی داشتیم، بعد هی من غذا میخوردم میذاشتم یخچاله، بعد هی این برمی داشتیم دمای یخچالو کم میکرد، هی این غذا یخ میزه، هی ما غذا میریختیم بیرون، من صبح تا شب دارم جون میکنم پول غذا میدم، بعد همه رو بریزیم دور بخور، بعد میگم کمش کن مثلا اینو میذاری درسته مثلا زده وسط، ولی وسط یخ میزنی تو بذاری رو کم مثلا چرا 10 درجه داره، مثلا میذارش رو 5، من گفتم بذار رو 2 مثلا میشه، بعد برمی دوباره رو 5، بعد رو یخ زده بود همه رو بریزم بیرون. بعد دیگه انقدر این کارو کردم یه رو دیدم منم دیدم تو تعطیلم یه هندونه بردم بخورم، دیدم هندونه یخ زده، گفتم هندونه یخ زده مگه 10 بار فلان نشده که اینجوری؟ بعد گفت چیکار داری من میخورم، گفتم تو گو بخوری، بعد قاطی کردم بدون پرکردم. خلاصه یه داستان تریگرت این هندونه بودی، وقتی تعریف میکردی برام مثلا شما از خنده سکته میکرد، آخی صبح شد این کار توفیر کنیم که نه کاره رو دوست دارم نه درست کارم که مثلا بیاد بیام پول بده بعد نکن دیگه، ولی خب هندونه نبود دیگه، همه این چیزا بود دیگه، همه سر همه چی لج لج بازی بود.
آره بعد همین لتو لج روزی شد داستان پاستا. آخه ما یه روز خونه ما بودیم بعد لامپی یه پاستا از این مدل ایرانی، چون میدونی که مدل ایرانی پاستا اون که من اصلا غیرتی هم سر پاستا، یعنی پاستا دیگه حرف نزد. ببین بعد بگم اوزه بتونم ستاپ کنم که چی شد. بگو. ما خونه ما بودیم، لامپی اومد پاستا درست کنه، یا من دیدم تو آشپزخونه جیسن داره داد بیداد میکنه، وای چی کار داره میکنی، گه زدی و این وضع پاستا درست کردن، من پشمام میخورم چرا چه اتفاقی میفته. بعد لامپی داشت پاستا مدل ایرانی که مثلا اول یه ذره پاستا رو درست میکنی بعد دم میکنی و تعدیق بگیر اونا، بعد این خیلی به جیسون برخورد که اصلا این درست نیست مدلش و ایتالیایی فلان و اینا. حالا بگو منطق چیه؟ هیچی، من سر هم اصلا من پاش وای میسم پاستا رو یه جور باید درست بکنی، همون جوری که سازندش کوفه درست بکنی، هیچ جور دیگه هم نباید درست بکنی. اونم اینه که باید پاستا رو بجوشونی تا حدی که یه ذره زیر دندون میاد دیگه نرم نیست، بعد که در میری بعد اون تیک آخرش باید در آوردی دیگه، تمام گرمه خوش میپزه، اون سسش هم جداست، بعد اینو برمیری میزیری باشگاه. مشکل حالا چی مدل ایرانی حالا دم میکنن، دم میکنن، تدیق درست میکنه، نمی اینو قاطی اون میکنه، بعد اصلا کثافتیه، یه چیز خمیریه کثافته. اصلا بعد نمیدونم این اصلا من چی میگن این چیزی، این چیزایی مثلا من سر هزار تا چیز خاطی نمیکنم ولی سر این قاطی میکنم. میرین بعد توی داستان طلاق دوباره این پاستا اومد بالا دیگه. نه این آن چه میدونم اون موقع آره سر اینم هزار بار دعوا کردیم، ولی سر این من با همه دعوا میکنم، سر کلا من اصلا تو دنیا سر پاستا قاطی میکنم، یکی از تای مثلا چه میدونم فکر به همسایه‌ام دارم این کارو میکنم، مثلا سرم سرش داد میکشم. بعد از رابطت من فکر میکنم تو وارد یه تحول خیلی جالبی شدی، یه بیست نهفته توی تو بود، یه هیولای نهفته که دیگه افتادی پای تیندر رو. نه ببین رفتم ما که دیگه بهت به عنوان لورد آف تیندر اشاره میکردم، کارم هم ول کردم، طلاق گرفتم، بعد هیچی. چی شد از یه آدم حسابی که کارو خوب داشتی و دانشگاه و درس و ببین آدم حسابی، نه اینا همش کسچر آدم حسابی فلان و اینا. ببین وقتی که ما بچه ایم داریم بزرگ میشیم، بعد تصمیم تو یاد تو که این پادکست گفت تو من مخواستم کوفی آنان بشم، خب من همون راه را گرفتم دیگه. بعد مثلا بچه مثلا میگی میخوام این کارو بکنم، میخوام اون کارو بکنم، بعد آخرش میشه wet dream. چی میشه فارسی wet dream؟ میشه مثلا خوابی که میبینی بچگی بعد آبت میاد، میشه همون، میشه اون ایدئالت. خب میشه همون، بعد هی دنبال اون میکنی ولی میشه یه آدم دیگه اون وسط، خودت نمیفهمی. یعنی مثلا من میدیدم خودم، من همون کارهایی که بودم که مثلا بچه بودم خوابشو میدیدم که یه روز انجام بدم، همه رو کردم، همون کارا رو چسبیدم بودم رو همون صندلی که با بشینم، ولی من دیگه اون آدم نبودم. به پوچی رسیدی دیگه آخرش ها؟ دیگه اون آدم نبودم، من یه آدم دیگه بودم، مثلا کار دیگه میخواستم بکنم. میدونی چرا من اصلا اینجوری شد؟ میدونی چی میگم؟ آخه از اون وقت دیگه کاملا let go کردی تو قشنگ. خب آخه من یه غیر از این باید باشه، میدونی چی میگم؟ مثلا الان باید چی باید بچستم تو این دنیا؟ ولی من بعد واقعا افتادی پای تیندر دیگه، لورد آف تیندر شدی یه مدتی. ولی آخه تیندر وقتی افتاد به اینجا، تیندر وقتی افتاد تو چیز، اصلا تحول تو بشر به وجود اومد اینجا. تیندر اینجوری شد که مثلا تو با یه نفر، تو چه میدونی که مثلا این نفر توی سطح خونه اون برتر چه فکری داره سرش میگذره، ولی با تیندر میفهمی. ببین چی میگم، بعد نه فکرهای حشری رو منظور داری. خب ببین نکته اینه، نکته اینه که همه یه موقع حشری میشن، خب منتها حشری میشن میگذره دیگه، خب مشکلت اونجا حشری شدی به تخمم. ولی وقتی که تلفن دستته میری تیندر، خب بعد مثلا اینجوری هم نیستش که مثلا تو بگی نه مثلا یه نفر که مثلا خیلی از اون یکی مثلا چی میگن ولنگو بازتره میره تین تندر، اون یکی که مثلا خیلی مثلا خودشو میگیره نمیره تیندر، نه همه میرن رو تیندر بخاطر اینکه آدم ها که متفاوت نیستن، دوره ها متفاوتن، یعنی همه همجور آدم میشن تو دوره های مختلف. تو ببینی مثلا اون کسی که تو عمرش هم مثلا هیچ کاری نکرده، اون یه شبی که میخواد به شوهرش خیانت بکنه میره تیندر، میبینی چی میگم؟ بعدم فرداش دیگه رو تیندر نیست. پس تو یعنی جزء اون کمپایی که اعتقاد دارن که مثلا یه فرق مثلا برای تو خیلی میتونی راحت جدا کنی عشق و از سکس؟ نه من چیزی که من دارم میگم که این کمپ که نیستش، که مثلا من میگم یه دوره از زندگی این کارو میکنی، یه دوره زندگی تو اون کارو میکنی، یه دوره دیگه زندگی که دیگه اون کارو میکنه. آدم ها متفاوت نیستن، ولی آدم ها تو دورهای مختلفی از زندگیشون هستن، تو جای مختلفی هستن، مثلا معنی شاید هم کار دیگه میکنن، ولی آره خب تو اون دوره مثلا این چی میگن. آره ولی مثلا پس تو کلا به موناگامی اونقدر اعتقاد نداری؟ ببین اعتقاد به
هزار تا کلمه هم گفت، یکی مونوگامیه یکی اعتقاده. اول از اعتقاد شروع کنم که اعتقاد ندارم. نه یعنی اصلا اعتقاد یه چیزیه که زیاد کاربرد نداره. الان دیگه وقتی تلسکوپ و میکروسکوپ داریم دیگه اعتقاد لازم نداریم. ما میتونیم وریفای بکنیم، ما میتونیم مصداق هر مفهومی رو میتونیم دریابیم. من نمیتونم بالغیم اعتقاد داشته باشم که مثلا پشت سر ستاره چیه، میتونم نگاه کنم. من اعتقاد داشته باشم که مثلا دقیقاً چی میگم مثلا این چی میگم. اعتقاد داستان هوروسکوپ رو هم تعریف کردم که آبروم برد یه بار خیلی خوب بود. اعتقاد دیگه که انتخاب میشه دیگه. تو انتخاب میکنی که کلا اعتقاد داشته باشی زندگی. من هیچ اعتقادی ندارم. اعتقاد واقعا مال بشر پس رفته است. من به هیچ چیز ابزرو میکنم نگاه میکنم. من خودم داشتم چند وقت پیش تعریف کردم تو همین پاس که بعضی وقتا نه همیشه ولی بعضی وقتا حسودی میشه با آدمایی که ایمان دارن. یعنی این حالتی که میتونن از خود بی خود کورکورانه یه چیزی رو باور کنن و تو تاییشو برن. خب ببین مسئله اینه، مثلا اینکه تو دنبال چی هستی؟ ببین تو اگه دنبال خوشحالی هستی، دنبال رضایت هستی، یا دنبال حقیقت هستی. مسئله اینه که چه مکتبی با نگاه عمیق فلسفی و روانشناختی نسبت به بشر میاد آدمو ارضا میکنه، سوالاشو جواب میده، میشه یه دین، میشه یه چیز اینجوری، خب آدمو خوشحال میکنه. بعد تو آدم میبینی آدم خوشحال میبینی، میگی من حسودی میشه بین آدم که خوشحال. خب حالا اون آدم دنبال خوشحالی رفته، من خوشحال نیستم ولی دنبال خوشحالی هم نبودم، دنبال حقیقت بودم. خب دنبال خوشحالی هست زندگی، میتونی به خودت یه دروغ بگی من دنبال خوشحالی نرفتم. بعد مثلا بعد اصلا فقط تو این نیستش، کلا تو کار تو همه چی میگن چرا لبخند میزنی؟ میگه خب دلیل ندارم، فقط دلیل داشتم لبخند میزنم. میگن چی میگن تو قشنگ نایلیست های تو بیگ لباسکی کاملا. نه خب ولی شروعشونه اون زیر اون نایلیزم زیربنای مکاتب دیگه ماتریالیستی. مثلا اولش تو به این اعتقاد پیدا میکنی، اعتقاد باز شد، تو این مفهوم متوجه میشی که نیست چیزی جز این 70-80 سالی که هستی، قبلش هیچ نیست، بعدش هیچ نیست، هیچ معنی نداره. بعدش چی؟ آخه اصلا سوالی که ازت کردم چی بود؟ اصلا how did we get here؟ داشتیم چی گفتیم؟ نمیدونم، هی من چیزای مختلف میگیم. اعتقاد عشق بود یا داشتیم نمیده عشق و سکس و اینا حرف میزدیم؟ آه مناگومی بود، مناگومی. ببین گفتم که ببین اعتقاد که اعتقاده. خب مناگومی به فارسی میشه چی؟ میشه تک تو اگه من این کلمه اعتقاد میشه من کلمه اعتقاد رو بردارم به سال دیگه سال جای تو بپرسم بگم مثلا تو فکر تو بشر دوپایی که اینجا داری راه میری چی فکر میکنی که مثلا بشر باید تک زوج باشه یا تک زوج نباشه؟ خب من به تو دارم میگم که اگه باقی مقایسه بکنی با پسر خاله دختر خاله همون تو شامپانزه و فلان و اینا که تک زوج نیستن. یه سری حیوانات هستن که تک زوج هم ولی توی چیز خانوادگی ما تک زوج نیستن. این یه موضوع اگه بخوای مثلا بخوای فقط بیولوژیکی نگاه کنی، اگه بخوای به صورت انتروپولوژیکال نگاه کنی، یعنی مردم شناسانه نگاه بکنی، خب والا ما یه قبیله بودیم، بعد این قبیله‌ها که میچرخیدن پیرا از جوونا مراقبت میکردن، هر کی تمون بند بود میرفت شکار میکرد و غذا جمع‌آوری میکرد، هیچکی مام باباش نمیدونست چیه، چون وقتی تو طبیعت قبیله بزرگ میشدی تو اکثر بشریت هم همین بوده. آره اصلا توی چیز تو همین کتاب سکس ادون هم اشاره میکنه به این ترایبای قدیمی که توی پاپا نوگینی و جای دیگه بود توی آمازون اینا، که مثلا گفت خیلی شده مشترکی که بینش بود همین حالت کامیونال و بچه هایی که بزرگ میکردن مثلا شب ازدواج. آره شب ازدواج اصلا معمولا کسی که اون عروس میرفت با مردای تمام قبیله، مثلا مردای خانواده شوهرش میرفت میخوابید که مثلا یه اسنسی از همه بگیره. این اون موقع اینجوری فکر میکردن مثلا بچه باید از همه یه اسنسی داشته باشه. حتی بعضی وقتا مثلا میگفت برم با اون باهوشه، برم با اون مثلا قویه، با اونی که سید همه اینا رو جمع کنم که تو بچه‌م باشه. آره خب حال ناکن ببین حالا اون فکر تو فرض کن از اون بیشتر تاریخ تاریخ میشه مکتوب ولی کنم موقع آدم رو زمین را میرفتن اگه 200 سال داریم 300 هزار سالیم یه ذره آروم تر رفتن جیتر انقدر تون حرف میزنی اصلا نمیفهم چی میگی. خیلی خب اگه 200 هزار سال 300 هزار سال آدم هستیم بیشترش اینجوری بوده. بعد یه نفر وقت میاد کشاورزی را میندازه، میاد حیوان میوون جمع میکنه، میگه که خب ناکه مگه زمین اینجوری شخ بزنم و اینجوری آب بدم و این حیوان اینجوری غذا بدم خیلی راحت تر میتونم غذا درست بکنم
بعد پیر میشه، بعد میگه که یه مردی هم این کارو کرده، میگه که خب حالا کی این زمینه مال کیه، این گاو و گوسفند مال کیه، خب اون فهمیم این مال کیه، بینا که یه بچه درست میکنم بیه مال بچه من، بعدم میمیره. بعد اصلا این نکته خانواده میشه اصلا مثلا ارث و میراث قاطی شدین. آره دیگه، این ارث و میراث بعد که با مذهبم قاطی شد خیلی بدتر شد. خب چرچ اومد گفتش که مثلا توی حتی کاتولیکا و توی مسیحی ها که میگفتن به کشیش ها میگفتن که سکس نداشته باشن که هرچی اونا انهریت میکنن برگرده به خود چرچ. اینجوری بود که انقدر قوی شد چرچ. خب این اصلا موضوع ارث میراثه. بعد موضوع نکتهش اینه که یه مردی هم این کار کرده، همش به نفع مرده، همش چیزی همه اینا. آره بیشتر تاریخ شده واقعا. اصلا خانواده یه جوریه که به نفع مرده. تو مثلا بگی این فلان خانواده اینجوریه، اون خانواده خیلی خوب، تو که از داخلش هستی میگه نظری داری، ولی اگه مریخی نگاه کنی، یعنی مثلا مریخ داره نگاه میکنه این موضوع، مکالمه مشخصه که این خانواده همش به نفع مرده. میگم هم پولا دستش، هم قدرت دستش، اش جامعه بهش قدرت میده، راست واس رابر هر کاری داشت میخواد بکنه به اون که نکنه. یه نهادی که چون از پایه غلطه، پایه تبعیض توش هست و اصلا نه تنها مثلا توی مستاقاش، توی ریشه دلیلش که دلیل به وجود اومدنش که تبعیضی وجود داره، برای همین خب لزومی هم نیست بهش دیگه. انقدر همه جا رفتی یا تو این بحث اصلا من یادم میره میخوام چه چیز رو کنم، ولی خوبه I like it. حال میدم اینجوری. ولی آره به نظر من اتوان یه بحثی که خیلی دوست دارم اپیزود بعدی بیشتر باز کنیم، همین داستانه کشاورز، چون انقلاب کشاورزی و بعد اتفاقایی که تو 10,000 سال اخیر افتاده. و یه کتاب خیلی خوب هست به اسم اشمایل از دانیل کوین، بچه ها دوست دارن بخونن اینو، خیلی توصیه میکنم. ولی در ادامه این داستان همین عشق و رابطه و این چیزا، من اتوان خیلی دوست داشتم که با تو بیشتر توی این مورد، چون خودت تو یه رابطه تجربه کردی که به نظر من خیلی خیلی جذاب و جالبه. آها قبل از که به رابطت برسم یه سوال داشتم. یادم یه بار من گفتی که توی پورتلند میرفتی یه اورجی که تو سینما بود، $10 دم در میدادی. آره. نه ببین یه سینما ببین قبلا از اینا زیاد بود. خب یعنی قدیما که میخوام از من بیام بگو. من همیشه سوالم مخصوص ازت بکنم الان. آخه اورجی که $10 دیگه هر کی کف خیابون و هر کر و کثیف و داغونی دیگه هستن. خب آدم مثلا یا قیمتش یه ذره بیشتر کنه که چه میدونم یه ذره مطمئن‌تر باشه که آدمایی میان، یا خب میری اون تو که لازم نیستش که تو هر کاری که مثلا هر کاری که دلت میخواد میکنی، یعنی که مثلا خب فعلا انتخاب میکنی، حالا این اومد اون رفت، این شکلیه اون شکلیه. بعد آدم خودش مثلا من دوست دارم این سکس پارتی ها رفتم قبلا، خب ولی خب یه ذره مثلا از این حالتای سوسولی تر آیز واید شات توری بودن. البته اونا دعوت و این. آره. آره نه اینجا می چجوری، اولا که خب از این سینما ها قبلا تو پورنو زیاد بود، سینمای گنده است که پورنو دارن میزنن، بعد دیگه مثل این ردیف مدیف فیلم مثل این چیز نیستن، در این نیستن که مبل این برای مبل اون. بعد خب آره آنم کر و کثیف میاد، خب میگی اه کثافت برو اون بر، بعد میری اون بر، میگم چی میگم گندم هستش. خب ولی آدماش گندن یا اونجا گنده؟ نه من اینجای گنده است، خب تو میگی اون بر، اون بر داره اون یکی کاری میکنه، تو اون بر میگی کاری دیگه میکنه. ولی چیزه تصور من میدید چی بود وقتی میگو تو سینما اورج بگم همجور ردیف های سینما که پشت سر هم همینجوری مثل تپه و مور و ملخ رو هم دیگه هم نه بعدم یه دونه محل منطقه داره که بعد با تنابه، بعد از زوجا و اینا میرن اون تو، بعد زوجا میرن اون تو، بعد میتونن آدم ها رو دعوت بکنن که آی تو بیا اینجا ببینم، بعد میرن اون تو، بعد اون یه ذره چیز میکنه یه دونه. بعدم یه سری فتیش دارن، یعنی یه سری فتیش دارن که میرن اون تو میگن که زنه میرن اون تو میگن که هر کی میدونه بکنه فقط کاندوم بذاره، همین میگه دفعه میاد، بعد مثلا یه ساعت بعدش میره. بعد آره دیگه کینگ پورتلند زیاده، کینگ انواع مختلف زیاد داره. کینگ فکر میکنی بیشتر شده یا همیشه انقدر بوده؟ یعنی الان فکر میکنی تاثیر پورنوگرافیه که مثلا فتیش و کینگ ها بیشتر شدن، یا ببین کینگ و فتیش و اینا خب پورنوگرافی تاثیر میذاره ولی کلا یه بیشتر و کمترش رو من نمیدونم، بیشتر و کمترش دیگه مثلا من برم تو دنیا نگاه کنم بشمرم، بعد مثلا ببینم مثلا میگم ایرانیا که مثلا سپرس کردن سکشوالیتیشون رو برای خیلی سال، الان خیلی اگه موضوع چون موضوع پیشرویی، خب میتونی فرض کنی که هر سال بیشتر از سال قبلش باشه، ولی موضوع پیشرویش یعنی من اینجوری بودم سوال تو که مثلا نکته پیشرویی یعنی مثلا چیه، مثلا یعنی مثلا شهوترانیه چیه داستان، ولی مثلا ما هممون یه سری مثلا میگی تو فکر میکنی الان تو ایران تو فکر میکنی مردم ایرانی کینکی ترن یا نه مثلا توی یا فرقی نداره، یا فکر میکنی جغرافی خیلی رپ نداره؟
من الان ایران نیستم. نه تو چه فرهنگ ایران ولی... زیاد دستت نیستش البته. نه ولی کینگ داره رام داره جا میفته به عنوان یه موضوعی که مثل روانشناسی، مثل ورزش، مثل هزار تا کار که مثلا انجامش میدی بعد حالات روانی. گفتین کینگ، من داستان خنده‌دار میخوام، من داستان خنده‌دار تعریف کنم که دوستام که فتیش پا داره و این داستان به نظر من که از خنده‌دارترین داستانه که تو عمرم شنیدم سر فتیش. با این دوستمون خیلی عشق پای اصلا چیز عجیب غریب، حالا کینگ که من نیست اسپسیفیکلی، ولی اصلا داستانش انقدر جالب بود که من همیشه عاشق داستانش بودم. و این یه بار با یه دختر میره دیت و همه چیز داره خوب میره جلو و اصلا مثلا اون شب دختره بهش میگه من هر کاری میخوای برات میکنم و اینم دوستان بهم میگه هر کاری، میگه آره، میگه آقا من پس پاهاتو میخوام مثلا بخورم بچسبونم و این دنبال یه چیزی میگرده که مثلا دنبال یه چیزی میگرده که مثلا شیرین باشه یا چیز خوشمزه که مثلا رو پاش بریزه بخوره و هیچی پیدا نمیکنه، میره یه سطل ماست پیدا میکنه خب و پای دختره رو میکنه توی ماست، بعد ماستر رو پای دختره میخوره. چه کتابتی بابا دیگه فتیش و کینگ عباس. و انقدر این آدم خوشحال بود و ارضا شد، اصلا یکی از بهترین داستانی بود شد زندگی میشه، حتما ارضا شده چون اصلا کثیفه خوشش میاد. ولی آره این به نظر من خیلی داستان با من سری بود. میدونم ولی خواستم اینو بگم در مورد رابطه تو، من فکر میکنم یکی از باحال‌ترین رابطه هاست، چون حالا دلیلی که داشتم از عشق و موناگامی حرف می‌زدم بخاطر اینکه تو خیلی رابطه یا اوپن و فلویدی داری با پارتنرت. اگه میشه اینو تعریف کن، چون اول پارتنرت دختر بود و بعد ترانزیشن کرد به پسر و آره. هنوز با هم دیگه این. اینو برام یه ذره ران کن که چی شد اصلا این تو انقدر از اولش اوکی دارم. بودی و آره تو اوکی که آخر همون آدمه. بعد ترانزیشن میدونی وقتی که همون آدم رو مثلا تصمیم میگیره که ترانزیشن بکنه، چی توی خودت از قبلش میدونی، یعنی مثلا خودش آخرین نفره که میفهمه این موضوع رو. به خاطر این که هیچ وقت برات عجیب نبود یا آکورد نبود که الان دیگه پارتنرم مرد شده، یا اصلا هیچ وقت اصلا، یعنی اینکه انقدر کول و اوپن مایندد در موردش خیلی باحاله به نظر من. منم میبینم که ملت به غیر از تو هم خیلی ها گفتن که مثلا آی چقدر خفن و تو کول و اوپن مایندد، ولی من برام اصلا سخت نبوده. آره چون حتی معیارایی که مثلا تو هم اینا زیاد در موردش حرف بزنی، معیارایی که مثلا برای زیبایی هست برای زنا به خصوص، آره این میدونی خب مثلا لاغر چی آهنگ فارسی چی و دختر باید چی باشه، چاق بشه سفید و کمی چاق، چی خوشگل باشه سفید و کمی چاق، مرد باید پولدار باشه کچل و بد اخلاق. وای چه کسو شعرهایی. اینا جندر چیه دیگه، جندر نورمه، چی میگن جندر روله، نقشه جنسیتیه، یعنی کسشر دیگه. آره و مثلا میگم این اتفاقی که میفته برای خیلی از آدما که خیلی سلف کانشس میشن و این همش این مشکل و توهم زیبایی رو دارن و که خودشون رو تو آینه زیبا ببینن یا بقیه انترپرت کنن زیبا که زیبان، میرن عمل میکنن. من مشکلی ندارم هر کی میخواد خودش رو زیبا کنه اینا مشکلی، ولی این درصدی هم که الان مثلا میبینیم به خصوص تو ایران که مثلا بالاترین درجه عمل جراحی رو داره، فک و گونه و دماغ و ابرو و اصلا یه چیزایی که من نشنیدم حتی تو عمرم. این دیزایر چیه به نظرت که این اصلا تو چون من میدونم تو آدمی هستی که همیشه گفتی که اصلا مثلا مو رو بدن دختر تو حال میکنی، اصلا مشکل پا دست هر جا زیر بغل تو اوکی قشنگ طبیعیه. آره میگی طبیعیه اصلا از اون ور اصلا اگه تیغ زده باشه حالم بد میشه، چون اصلا فکر میکنم اصلا تیغ کلام واسه چی تیغ تیز آدم بکشه رو پوست بدنش که مو رو برداره. اصلا سه بار اینو تکرار کن، مثلا یه بشری تیخ آهن تیز و برداشت کشید و پوستش هم ماشو برده، تو واقعا دوره بد میشه. باید برمیگه چی دوره نئاندرتالی زندگی میکرد، فکرم اونجا خیلی خوشحالتر بودی. نه بابا آینده دور اینا همه مثلا جام ستار ترکه. نه آره آخه
ببین زیر بنای همه اینا یه هترونورمتیویتیه که ایران توش غرقه، آمریکا هم انقدر غرق نیست، تازه جدیدن شروع کردن سال کردن، ولی هترونورمتیویتیه. یعنی چی؟ اینه که تو نورمو، تو هنجار رو چی قرار میدی؟ هنجار رو دوگانه جنسیتی قرار میدی؟ یعنی نورمو این قرار میدی که طبیعی ببینید که خب مرد زن، بعد دیگه ادامه اونه، بعد هر چیزی که غیر از این باشه غیر عادی میشه. خب تو از الان داری میچینی که یه دونه اقلیت درست بکنی که بعدا مثلا بذاری تو سرش که مثلا اقلیتی که این شکلی نیستن. اگه از این پرهیز بکنی خیلی اتفاق نمیافته. مثلا اون دوگانه مثلا زن چیست مرد چیست میشه که فهمی که انقدر دیگه مثلا میری تو این کفه این که بهترین خفن ترین زن باشی هم رو جرایی بکنی، یا خفن ترین مرد باشی بیشترین پول در بیاری، یا مثلا هیکلتو کنده بکنی، خب دارید میری تو این نقشه جنسیتی ایدئالشو برسی بهش دیگه. ولی خب از اولش اسکول همین ایده های جنسیتی هستی که مثلا میخواد چی باشه. الان تو اصلا عمرن بتونی بری ایران زندگی کنی؟ یعنی انقدر فکر کنم برات سخت و اصلا فرهنگش اصلا انقدر متفاوته از اون چیزی که تو ذهن توه. خب آره میفهمم. یعنی هیچ وقت دلت هم دیگه تنگ نمیشه مثلا برای اون محیط؟ نه یا چی؟ نه دلم برای ایران تنگ نمیشه، برای مثلا کاری خاصی انجام دادن تو ایران تنگ میشه. آقا یاد برای زبیرستان هر روز میرفتیم مجون میخوردیم و اینا. آه مجون خیلی خوب بود، سر امیدوارم باشه. چه کثافتی بود، ولی قفتن برای قضیه ایران راستش تنگ میشه. قضیه خیلی کسی رو تمام وای، ولی مدرسه دبیرستان قشنگ یاد دیوار میپریدیم پایین میرفتیم بیرون و اینا. بعد تو یه بار دهن منو صاف کردی سر داستان رامین خط. آره بابا چه گویی خورد؟ من خودم داشتم امروز فکر میکردم چی شد که تو دو منو گایدی و من به گاه رفتم. قایمکی رفتم تو دفتر اسممو از لیست نمیدم. آره چون کارمون این بود دیگه، ما هر روز صبح میرفتیم قایمکی اسممونو خط میزدیم دیگه، بعد فرار کردم، بعد مولا تو رو خط نزدن. خیلی آدم فروشی بود این کارت، من نه عصبی شدم دست تو، بعد بابام فهمید، همه فهمیدن. 300 سال بعد هنوز موضوع تا آخر اون فراموش نمی کنم واقعا. نه میدونم نمی کنی. راستی کلی فیلم های خنده‌دار دارم از زندگی من و تو، داشتم فکر میکردم اینا رو هی کوچولو سریاشو بدم بیرون. یه هشتگ یکی من گفت به جایی مثلا ویس و رامین جیس و رامین بذاریم. ولی هشتگ من همون داستان های جیسن و رامو فکر کنم بیشتر از همه دوست دارم. حالا اگه مردم پیشنهادی دارن بذار دیگه. آقا این داستان اینا هم تعریف کنیم. آقا نمیم هیچ وقت اعتراف کردی به این موضوع که اولین روز تور که هایپرنووا و یلو داگز که ما اومدیم بریم، که تو رفتی ون و پیکاپ کردی و صبح یا شنیدم میگفتی تو چیز آره تو اول صبح ما بهت گفتم نشه نکنی و اینا، تو چت پاشدی رفتی چون گوش که نمی کنی و رفتی گوه زد. رفتی یخ بگیرم. گوه زدم. فقط پولش دادم دیگه. آخه خریدم ازتون. آخر تکس ریتون گرفتم $1000 پرسنم با سه منجرتون. من یادم نمیدین تیکه داستانو. آخه مثلا چونم. مثلا یه سال بعدش اتفاق افتاد. ولی نه. این که اصلا توضیح بده صبح چجوری تا پنج صبح. آخه چرا اولا چرا تو اصلا از پنج صبح چه تی دیگه؟ پامیشی wake and bake. ببین من اصلا هی صبح زود پامیشم، ولی هر سال که میگذره زودتر پامیشم. آره واقعا دیگه... از تو سحرخیزتر ندیدم. تو از خود منم زدی. من خیلی زود پامیشم. بعد صبح زود پامیشم شروع کنم علف کشیدم، بعد خب هیچ کاری ندارم، بعد دیدم خب یخ چه جمجمه میم سفر کل من اینا، بعد گفتم خب میرم این کارو میکنم تا این بچا بیدار شن. همون رو بهم تصادف کردم. گاهی دی ولی سینا میاد دستت قاطی کرده بود شاکی شد. آره بابا جاده این تور آخرمون هم خیلی خنده دار بود که جیسن ببین هر جا ما وای میستادیم حتی مثلا 3 دقیقه وقت پیدا میکرد رو تیندر یکی رو میزد و میرفت تو پمپ بنزین، تو دستشوی پمپ بنزین یکی رو میکرد میومد و اصلا میگفتم جیسن گایدی. بعد برمیگشتیم تو ماشین، مثلا ما سر ساوند چک بود، نمیدونم کجا بودیم، رفتیم تو شو، بعد برگشتیم تو ماشین کاندوم اصلا انقدر قاطی بودم از دستت، میخواستم خفت کنم قشنگ. تو هم آخه ماشاءالله ماشاءالله، یعنی این سکس درایوت انقدر بالای ول نمیکنی قشنگ. نمیدونم دیگه این شکلی دیگه چه میدونم. خوبه دیگه با تستوسترون بالا. میگه ما آدمای کچل میگن تستوسترون بالای دیگه. آره همینه. واسم بگم. همین که تو میگی واسم منم بگم. ولی کچل تستوسترون بالاست. ببینم این بعد مخواستم باید در مورد اینم حرف بزنم. در مورد کانسپت شرم و حیا چی میشه؟ شیم توی سکس توی ایرانی ها خیلی این
این وجود داره، این راحتی. البته الانو داره بهتر میشه خیلی، ولی این خب به خاطر فرهنگی ذره سنتی ترمون یا محافظه‌کار ترمون یا مذهبی هر چی، این خیلی اسوسییتد شرم و حیا با سکس. و من خودم تو رابطه‌ام مثلا با دختر ایرانی همیشه یه ذره اپریهنشنی بوده که یه ذره زمان بیشتر میبرد تا آدم کامل راحت بشه. آره خب کینگ کمک میکنه به این موضوع. تو چادرش من میرسستم که مثلا کینگ راه حل مثلا خیلی مسئله کینگ آره کینگ آره. ببین آره من به نظرم هرچی زودتر آدم با هم دیگه اون کامفورت برسن و بگم آه کینگ که من اینه یا اونه یا چه میدونم. خب کینگ اینه که تو مثلا تو ببین تو اگه شرم داشته باشی از یه چیزی میخوای باش مواجه شی، بعد تو کینگ باشه فرصت میده که تو با اون شرمندگی مواجه شی. مثلا همینجوری شهوترانی نیستش که تو یه رو مثلا اگه مثلا من مثلا تو سناریو میسازم، من تو ذهنم مثلا برات بگم مثلا تو اگه مثلا یه زاخاری مردی هستی که مثلا تو کل عمرت مثلا نقشای جنسیتی و اجتماع بهت گفته که مثلا تو باید اینجوری قوی و گنده باشی و مثلا خم به ابروت نیری و مثلا زنه باید نرم باشه فلان باشه، شاید مثلا کینکت این باشه که مثلا میری لباس مثلا نوزاد میپوشی و پوشک میفوشی، بعد مثلا یه بیفوشی بعد یه زن پسون گنده میری تو بغلش گریه میکنی مثل نوزاد مثلا. این چی میگم؟ آره هستش واقعا. میدونی آه خب یا آدمای دیگه که مثلا این سی آی که میرن پیش دامینیکتریکس و اینا، یعنی همین بازی قدرت چون خودشون همیشه توی پوزیشن. البته همه آدما سی او نیستن که میرن پیش دامینیکتریکس. خب ببین تمام این اپیزود پویا رو بگیم بیاد که اون عشق دامینیکتریکس و اینا سو سابمیت شدن و اینا. آره تمام این ناهنجاریایی که به خاطر اجتماع و همین حالا شرم و حیا و هر چیزی هستش که یه عمیقه چیز، یعنی شوخی نیستش که مثلا یه فروید میگه که تمام مسائل بشر همین واسه دو جنسیت ارجشه به میل جنسیشه. ولی خب چجوری میخوای بپردازی به این موضوع؟ بعد زندگیت هم فکرش هم نمیتونی بکنی، یعنی اول باید ببینی ملت چجوری میکنن، بعد خوشت میاد، بعد از تمام کاری هم که ملت میکنن خوشت نمیاد، بجز اون یک کاری که اتفاقا چقدر خوشت میاد میگی وای من تو هم نمیستم میتونستم همچین کاری رو بکنم، ولی حالا میکنی مثلا. بعد خب چه میدونم راحت هم میشه ولی نکنی. نه آره این چی میاد؟ من میخواستم از یه برای من یکی از جذاب ترین چیزای زندگی تو همین این حالت رهایی که داری و برنامه ریزی هایی که میگذر از برنامه ریزی نیستش، خیلی سیکیم خیاری میری جلو، یعنی ولی یه هدف داری، یه هدف کل که چند وقت پیش شروع کردی که تیک های زمین کوچولوی مثلا چه میدونم 100 متری میخری تو بیابون ناکجابات برای $1,000 و هدفت یه دور از این آره دیگه برنامه دیگه برنامه یه بگو ایدئالت چیه؟ ببین ناکو هدف آخر زندگی چیه؟ آخرش اینه که آخرش این که یه پیرمرد نشسته اونجا تو 1000 تا جای آمریکا داره علف میکاره و علف داره برداشت میکنه و زندگیش داره میگذره. بود اگر خیلی شانس بیارم تو کتاب هم نوشته باشه بعدم بمیره دیگه، آخرش اونجوری بمیرم. کل زندگی برنامه‌ریزی برای مرگ دیگه، چیز دیگه نداره، یعنی حتی اتیستی که باشی دیگه، اگر خدافرست و اینا باشی تمام برنامه‌ریزی برای بعد از مرگه، ولی دیگه نیست برای لحظه مرگ. ولی یه چیزی هم که دقیقا من در موردش هم حرف زدم اینه که دوستانم میدونی توی زندگی می که دلیلم که این پادکستم شروع کردم دوستشم داستانمو خیلی انقدر راحت تعریف کنم بخاطر اینکه بود که دوستانم همه منو بخاطر من دوست داشته باشن یا به یاد داشته باشن. البته ما یه سپک کوچیکی توی زمان کهکشان اصلا بی‌معنی مثلا این کسی اصلا یادش نخواهد بود ما کی بودیم و چی بودیم. ولی من خودم به یه جایی رسیدم که دیگه اصلا حاضر نیستم یک ذره چی میگم باج بدم که خودم نباشم، یعنی برای من ارجحیت تو زندگی دیگه خودم باشم اصلا. الان مثلا یکی از من درخواست کرده بود تو ایران بیا مصاحبه یه سری کانالای معروف، خب می‌خواستش بیام که مثلا لایو اینستاگرام باشون حرف بزنم یه چیزی رو می‌خواستن پروموت کنن یا چیکار کنن. گفتم ببین من حاضرم بیام ولی همین کس و شعرا و چرت و پرتا و حرفایی که میزنم تو پادکست همون جام خواهم زد که سریع هم اونا پیچوندن گفتن نه نمیشه و اینا. جیسون کجا رفتی؟ این احمق فکر کنم باتریش تموم شد. هم بهش گفتم چک کن باتری داری؟ آی جیسون دستتون، اینم بهترین دوست زندگی ما.
سازه این اولین باری که میارمش توی این شو. من فکرم همجوری که معلوم بود جیسن آدمی که حرف زیاد داره برای گفتن و انگار همش منتظر دنبال یه گوش مف بود که بزن خارم برگشت. جیسن گایدی هی گفتم شارژ کنی موبایل تو. چی داشتی میگفتیم؟ ولی آره این موضوع آره من که همینجور داره همچنان ریکورد میکنم. من که از چیزای این پادکست هم اینه که هیچ وقت ادیت نکنم. همه چیز همینجوری بره جلو. آره خیلی خب پس داشتی میگفتیم. آره چی بود؟ بگو دوباره سری. سر همین قضیه که این آدم آنست بودن، خودش بودن، راحت بودن. میگی من احساس میکنم من تو پویا میدیم ما هم به یه استیجی رسیدیم که واقعا we're comfortable with being who we are. حالا چقدر آدم چی میگم هر چقدر گوه زده باشیم، هر چقدر خوب باشیم، هر چی بد باشیم، ولی آقا همین هست دیگه. اصلا حال و سر نداریم که با خودمون تعارف کنیم یا با دیگران که یه چیز دیگه ای هستیم غیر از این. خب آره این شروعشه. این برای من بدیهیه. خیلی مثلا دیگه اصلا هدف نیست. یه مدتی روی موجم خودم خیلی الان دیگه خودم بودم اصلا دیگه واقعا خودم رو نبینم، ولی خیلی الان دنبال یه یعنی دیگه فعالیتی با ارزش‌تر از این نبینم که همیشه واسه اون نگاه کنم با تلسکوپ سرای مختلف، بعد هی بیشتر بگیرم واجبه مثلا این که کجا هستیم مثلا. بچه اون به زمان هم هستش که داشتی بیرون نگاه کنی من کجا هستم تو این. زیاد دیگه موضوع اصلی دیگه واقعا به من نیستم دیگه، مدتیه خودم رو نمی‌بینم مثلا. خیلی باحاله این دیدی که داری. و در ادامه همین فکر و اینا، بچه هایی که مثلا این پادکست رو گوش میکنن و برام پیغام میذارن، راستی بچه یادتون نره توی تلگرام یاد فکرم یادم رفت اولش معرفی کنم چنلی که بهم یعنی که بهم وایس بذارین telegram.me/IamNotRam. توی حال تویتر و اینستاگرام میذارم لینکاشو، ولی مخواستین رو بگم بچه که میفرستن پیغام خیلی چیزا مثلا بهم اعتراف میکنن یا شیر میکنن که میگن ما طالب به هیچ کسی این حرف رو نزدیم و با سه قطار داریم. کجایی تو؟ داری فرار میکنی باز قطار که... از نه قطار نزدیک خونه اون رد میشیم. بله آره خلاصه میخواستم پادکستم با این پوینت میخواستم تموم کنم امروز، چون من تو حرف زیاد داری برای گفتن. حالا زیاد خواهم آورده تو این برنامه چون a lot of people like you apparently. ولی یه چیزی برام میخوام تعریف کنی، یه چیزی که تا حالا هیچی نگفتی، یه چیزی که خیلی میتونی چیز احمقانه باشه، میتونی چیز خنده‌دار باشه، یه فتیش باشه یا یه دیزایر یا چه میدونم یه چیزی در مورد خودت، در مورد زندگی خودت. چی بگم والا در مورد زندگی خودم؟ این بگم که مشتی چه سوالی گذاشتیم برای زندگی من؟ آخه من انقدر بازم هرچی بپرسی بهت میگم. آره داشتم همین فکر کنم تو انقدر دیگه همه چیز رو چیزی نمونده، چیزی نیست که نگیرو نکرده باشم. والا از این بگم که مدتیه که همین جوری دارم مثلا با زندگی اساس درآمدی مثلا حداقلی که تو آمریکا بشه درآورد دارم زندگی میکنم، ولی خوشحالترم از خیلی وقتایی که میرفتم توی ساختمون خیلی گنده و پول خوب در میآوردم تو واشنگتن دی سی و اینا بودم. بعد این سوال همیشه پیش میاد که مثلا تو چرا مثلا داری تو جهت برعکس میری؟ ولی خب اگه ما مثلا درک بکنی مثلا که تو شبانه روز مثلا الان واقعا با همون تیپی که در میارم یه علفی میخرم و میام خونه و زندگی خوبیه چه میدونم. ولی من تو ادونچر زیاد داشتیم و فکر میکنم که بازم کلی خواهیم داشت با هم دیگه. آره با زودی بزنیم تو جاده مثل همیشه مست و چت بیفتیم به دنبال ماجراجویی و ادونچرهای همیشگیمون. من یکی از آدمایی هستی تو که واقعا هیچ وقت خسته نمیشم و یکی از بیشترین چیزی که دوستیمون دوست دارم اینه که من و تو هم واقعا همدیگه را قبول داریم با همه عیب و ایرادامون و همیشه پای همدیگه وایسادیم تو هر موقعی که کمک خواستیم یا چه میدونم زندگیمون بالا پایین بود.
خیلی خوبه. و یکی از جمله‌های معروفی که توی این چند وقت شنیدم اینه که همه تو زندگیشون یه جیسن لازم داره. خیلی کامپلیمنت خوبیه. و امیدوارم که شماهایی هم که دارین گوش میکنید یه روز جیسن خودتون رو پیدا کنید. یا شاید پیدا کردین. اگه پیدا کردین بهش بچسبین، ولش نکنید. دیگه وقتم نیست دیگه، همین که پیدا کردیم رو بچسبیم بهش هرچی هست. آره بابا واقعا این توهمات چی میگن دنیای آخرتی و چی اونور یه اتفاقی بیفتین، اصلا انقدر واقعا با قول تو پس و پا افتاده است که خیلی چیزه، خیلی مبنای خیلی از این داستانای فانتزیه که مثلا جادوگر بده قول زندگی بعد مرگ میده و اینا، بعد تبدیل به زامبی میشی و فلان میشی. این موضوع فقط مرتبه نیستی، مثلا این فکری که تمام مرگ زندگی رو برو باید از آنها. آره میدیم، من خودم یه مثلا میگم، من فکر میکنم بچه ما یاد نمیگیریم که با مرگ چجوری باید کنار بیایم. یعنی یه اتفاق میفته دور و برت و کم کم دستت میاد. مثلا یه اولین بار که یکی از سگام تو بغلم مرد، مثلا میدونی یه حس وحشتناکی بود که یهو هیتسیو و میفهمی که شت اینه، مثلا اون فیلینگ. و میدونی برای کنار اومدن با این داستان همه از همین پرسن چجوری کنار اومدی مثلا با مرگ بابات، و در جواب اول اینه که چاره ای ندارم، باید کنار بیام. و این رانداس یه جمله معروف داشت که میگفتش که all of us when we have to bear the unbearable we become these super beings. چون واقعا هممون یه روزی باید bear کنیم the unbearable. نمیدونم فارسیش چی میشه این جمله. نه یه حقیقتی بارد از مرگ نیست. یعنی تو به هر چیزی میتونی شک بکنی، ولی به مرگ نمیتونی شک بکنی، به اینکه زندگی تموم میشه نمیتونی شک بکنی. بعد خب در پس اونم میاد دیگه، جز مرگ به چیزی نباید فکر کنی. خب دیگه بالاترین حقیقت اونه دیگه، بالاترین. آره فکرم تعریف کردم این داستان سرخپوستایی که تو آمریکا بودن، یه قبیله بود که یادم بچه بودم اینو خونده بودم، با همی کتاب بهم داده بود داشتم درباره‌اش می‌خوندم. و اینا هر روز توی تو ترایبشون چیز داشتن که جزء فرهنگشون بود که به مرگ همه اون آدمایی که دوست داشتن فکر کنن. یعنی هر روز باید ریلیو می‌کردن این قضیه که قراره همه این دوروبریام هم، همه آدمایی که عاشقشون هم بمیرن. و این یه پرکتیسی شد از بچگی برای من. یعنی با اینکه مثلا فوت پدرم خیلی ناگهانی و وحشتناک بود، انگار کل زندگیمو داشتم آماده میکردم برای اون لحظه. درسته، به خاطر اینکه میبینی جلوته، انگار مثلا میبینی مثلا اون جلوتر یه دونه کوه، پشت کوه یه دونه نوری میاد، میدونی پشت کوه یه نوری میاد، یه آتیش یا شهر یه چیزی دیگه. از اول زندگی میبینی مرگ داره میاد سمته، بعد همش بهش فکر بکنید. کنار اومدن نداره. من خیلی برام بعضی وقتا درکش سخته که چجوری میشه کنار نیومد با مفهومی مثل مرگ، به خاطر اینکه طبیعیه، از اندازه زندگی طبیعیه. بعد اگر راجبش فکر نمیکنی، راجب چی داری فکر میکنی؟ لابد راجب حقیقتی پایینتر از مرگ داری فکر میکنی. خب نکن، راجب مرگ فکر کن، روبروته، مشکلی نداره که، فکر کن. اگر مشکل داره بازم فکر کن تا مشکلش درست شه، همچی از وسطش باز جلوتر. چون چیزم هست، چیزی هستش که مثلا خیلی میگه نه اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. خب نکنی که از بین نمیره اگه بهش فکر نکنی. ولی اینو من میدونم جیسون که روزی که تو بمیری من خیلی خندم خواهد گرفت. منم پویا خب من از پنجره تو رو آویزون کرده بودیم یه بار و فلیز میخوردی. خطرناک بود با کسخل بازی دی بچگی. نه با من که دلم میخواد اگه شانس بیاریم، با چاقو همش میبودم دنبالت، از چاقو میترسیدی. آره استای چیز میترسم، استای چیز و فضای بسته میترسم چیز. یعنی آره نه من که اصلا خدامه که بشه این تکنولوژی بشه وردن تمام فکرام و شخصیتم و همه رو دانلود کنن توی یه دونه آدم آهنی، بعد این بدن رو برنزن دور بند شنکا، یا مثلا یه ورژن مثلا 19 سال خودم کلون بکنن، بعد عقلمو بکنن اون تو، بعد این بدن رو برنزن دور ادامه بدن. تو جزء اون کمپ هایی که دوست داری ایمورتال باشی؟ خدامه وای بسن بعضی اینقدر بهش فکر میکنم، اینقدر بهش فکر میکنم. خب میذاریم برای اپیزود دیگه بشیم در مورد AI و نمیدونم ایمورتالیتی و این چیزا حرف بزنیم و اصلا ترانسفر کردن کانشسنس و این چیزا. آره دیگه
این چیزو نگاه میکنی؟ من وست ورلد رو نگاه میکنی شو شو؟ خیلی باله، خیلی خوبه. آره اونم واسه همین بگم گفت حرف AI شد و اینا. سیزن 3 هم در اومده، داره خیلی خوبه. آره وست ورلد آلترد کاربن چند تا هستن؟ جیسن بگو بچه ها کجا تو رو میتونم بگن دوست داشتن برات مسیج بدن اینستاگرام دنبالت کنن؟ آره دیگه اینستاگرام، دیگه اینستاگرام همه چی دیس اندرلاین اوبیدینس، اندرلاین اوبیدینس. آره حالا من تگت میکنم یه عکس از من تو میذارم و بچه گیامونو یه چیز پیدا میکنم که آره زیاد چیز میذاری، ولی بازم بیا مهمون این برنامه باش. فکر میکنم تو با دیگه پای ثابت این برنامه با تو باشی اصلا. آره با پایم دیگه بعد کار میام. من دفعه بعدم با واقعا میگم با تو کنار هم باشیم حالش بیشتره. ولی تو این دفعه اصلا مشروب نخوری، اصلا فقط جوینت کشیدی؟ نه تو اصلا مشروب زیاد نمیخوری. نه دیگه تو چرا اصلا مشروب نمیخوری؟ این همه چکی صبح تا شب چجوری مشروب حال نمیدی؟ کسوشیری میگه بربن میگه خوشمزگی، یه آبجو میخورم بعد بابا بیخیال، آبجو خوبه بربن خوبه. دفعه دیگه مست میکنیم. چش آخیش ببین به این قشنگی. آره یه بارم به چیز ماشروم بزنیم، ماشروم بزنیم بریم تو فاز بحثای فلسفی و من الان من یه قرص ماشروم خوردم مایکرودوز، ولی دیگه انقدر از اینا خوردم روم تاثیر زیاد نداره. بود یه ذره دوزم ماشروم چیز خوبیه. آره آره من ماشروم رو توصیه میکنم چون یه ذره طبیعی تر و ریلکس تر، چیز کمیکال اینا هم نیستش. آره بعد ماشروم خودش هست اونجاست. اصلا میری من که بیشتر این کتابایی که تو زندگیم حال میکنم کتاب آیلند آلدوس هاکسلی، نمیدونم خوندی یا نه. آره بابا و اون یادت که بچه‌هایی که تو مدرسه بودن از 13 تا 14 سالگی بهشون اینا تو مدرسه بهشون ماشروم میدادن، موکشا یه مدسنی بود و ماشروم بود. آره ماشروم بود دیگه. آره جالب. و اینا از اون بچگی مثلا هم بهشون ماشروم میدادن، سایکدلیک یاد میدادن، سکس یاد میدادن، چه میدونم. بعد مامان باباهاشون اگه یاد باشه هر چند ماهی بار میرفتن خونه یه مامان بابای جدید که هیچ یک نفر بیشتر احساس مالکیت نکنه به بچه. اینم خیلی کانسپت باحالی بود تو اون. آره آره فقط ما نیستیم که این فکر را کردیم، خیلی دیگه فکر کردن، تخیل خیلی قوی تری داشتن، کتاب نوشتن. آه من تو آخرش باید کتابمون بنویسیم. و تو که کتاب پورنو می‌خواستی بنویسی یادمه که از من یه اسکریپت پورنو نوشتم از آخر زمانیه. آخرش دو نفر میمونن باید انقدر یار بکنن تا بقیه جمعیت همین دوره پر شه. آره اصلا پورنو رو نگاه بکنی فکر فرو میری. ای بابا چیز عمیقه بابا. تو واقعا تو سرت با دولت فکر میکنه بابا. نه آخه همین آخه یارو دکتر ایول فلانش میزنه همه رو میکشه با ویروسی، ولی یه دونه سفینه وجود، یه دونه سفینه فضایی وجود داره که سری روشن توی یه موقع من تو داشتیم خیلی یادت این موقع با هم داستان می نوشتیم رد و بدل می کردیم، خیلی داستانی خوب نوشتیم و دوری اگه بتونم پیدا کنم این شورت استوری هامون و اینا. نه من کونم هم بیارم یه دو تا چند تا داستان جالب دارم تو. آره بابا با به داستان زندگی هم قرار بود بنویسی با بی بنویسی. آره و هم به داستان اینطور بنویسیم نشستیم این ویدیو گیم بازی کردیم علتش. آره گایده شد ما همش چت کردیم جایی بشینیم بنویسیم. آره هیچ کاری نخواهید. اوکی دوست اوکی آقا برو. من اینو راستی تولدم و جاکش اصلا تولدم یادت رفت تبریک من تولد تو که صبح متبریک گفتم دیگه تولد مبارک با جوری دنیا از به من بگی قشنگ تولد مبارک آقا رامی. امیدوارم که چه میدونم چه با امید به چی دارم. نه بابا من چی ندارم بابا. آره امیدوارم که چه به این تولد متنفرم اصلا از داستان تولد و این کیک و این چرت و پرت. نه منم کلا اصلا به چی امیدوار باشم تو این دنیا. بابا واقعا ما این واسه کرونا و فلان و قرنطینه چه بود بیشتر جونم جونم. آقا جیسن امیدوارم که همیشه سکس خوب داشته باشی و چه پسر میکنی چه دختر چه یونیکورن هر چی دوست داری بکنی حالش رو ببر و همیشه چه میدونم همین جوری با همین انرژی بری جلو، چون واقعا من نمیتونم جیسون دیگه ای تصور کنم. آرایت دود پس مواظب خودت باش. بیا اگه حرفی داری اگه بخوای به کسی چیزی بگی. A lot of people are listening. You have the floor. نه حرف خاصی ندارم راستش بخوای. همه تو خوب باشین دیگه. آقا چاکس ما رفتیم. خدا حافظ. In a box, in a box, how I wish I could think outside of this box. There's a fox, there's a fox. In a box, in a box, I am one with the rocks and I know just how.
how to rock you out of your socks. In a dream, I was sitting by a tree.